با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه فرهنگسازی آرتمیس اهورا هستم از بنیانگذاران جنبش رنسانس ایرانی و دبیر کل حزب رستاخیز ایران در این سری برنامه های به طور کلی درباره مسائلی که روی فرهنگ و اجتماع میتونه تاثیر بذاره صحبت میکنیم و امروز درباره یکی از مهمترین بخشهای در واقع یک جامعه صحبت می کنیم که توسعه انسانی است که ببینیم که ربطی که توسعه انسانی به رشد اقتصادی داره چه هست ما همیشه میدونیم که هنگامی که صحبت می کنیم از توسعه در یک کشور جنبه های گوناگون داره خب توسعه توسعه مثلا وقتی میگیم کشوری توسعه یافته است نه فقط زیر ساخت های اون کشور کاملا در همه بخش های دورا حتی گوشه گوشه کشور توسعه یافته بلکه کشور از نظر سرمایه انسانی و از نظر اقتصادی هم توسعه یافته و حتی از نظر سیاسی توسعه یافته و به طور کلی کشورهای توسعه یافته در بخش های گوناگون یک کشور توسعه یافتگی رو نشون میدن امروز چون میخوایم درباره در واقع رابطه توسعه اقتصادی یک کشور با توسعه انسانی صحبت کنیم باید در این مورد نخست بگیم که همیشه این دو عامل یعنی توسعه اقتصادی بر توسعه انسانی و توسعه انسانی بر توسعه اقتصادی تاثیر میذارن به عبارت دیگه رشد اقتصادی یک جامعه میتونه به اصطلاح ظرفیت یا اون استخر در واقع انسان ها رو استخری که سرمایه های انسانی رو شامل میشه رو توسعه بده و رشد و توسعه سرمایه های انسانی یک کشور میتونه خودش موجب رشد اقتصادی بعدی دو مرتبه در کشور باشه و همین گونه این دوتا رشد میتونن همدیگر رو تحت تاثیر قرار بدن و از اینجا میتونیم آغاز بکنیم که به عنوان مثال هنگامی که درآمد در یک کشور میره بالا مردم درآمد بهتری پیدا میکنن هم مردم هم دولت میتونن برنامه ریزی های بهتری بکنن هم در بخش آموزش یعنی هم دولت میتونه برای آموزش مردم برنامه ریزی بکنه هم مردم میتونن برای آموزش خودشون و بچه بهتر برنامه ریزی بکنن هم امید به زندگی در واقع در یک جامعه میره بالا اینکه انسان ها از سالهای طولانی تر زندگی زندگی تندرست و زندگی پربار بتونن برخوردار بشن و همچنین در مورد باروری و فرزند آوری بهتر میتونن برنامه ریزی کنن و سرمایه گذاری کنن روش بنابراین توسعه اقتصادی میتونه به رشد توسعه انسانی در اون جامعه کمک بکنه و برعکس این هم هست یعنی هنگامی که نیروی کار بیشتری وجود داره در یک جامعه اون جامعه میتونه از این نیروی کار متخصص و آماده به کار بیشتر استفاده کنه مثلا از منابع طبیعیش بهتر استخراج کنه و بهره برداری کنه و استفاده کنه کارخانه های بیشتری بسازه و صادرات و به اصطلاح وارداتش رو بتونه با هم دیگه تنظیم بکنه تولیدات یک کشور میره بالا کشاورزی یک کشور میره بالا صنایع یک کشور پیشرفت میکنه هنگامی که شما یک به اصطلاح منابع انسانی کافی و آماده و در سن مورد نیاز رو بنزه کافی دارید و همه اینها میتونه به گسترش مشاغل در یک جامعه کمک بکنه و کلا جامعه درآمدش بره بالا بنابراین میبینیم که برای توسعه انسانی در واقع ما یک محیطی رو باید ایجاد بکنیم در اجتماع که در اون بتونن افراد زندگی طولانی تر, تر و نوآورانه تری داشته باشن یعنی فقط اینکه مردم یک جامعه بتونن بهتر خوراک بپوشن لباس خوراک بخورن لباس بپوشن و مدرسه برن و بهداشت داشته باشن نیست بلکه اینکه بتونن اون جامعه سال فعال نوآوری های بیشتری داشته باشن ایده پردازی های بیشتری داشته باشن اختراعات و اکتشافات بیشتری انجام بدن و همه اینها موجب میشه که یک جامعه بگیم محیط در واقع مناسب برای رشد یا رشد یا توسعه انسانی نیروی انسانیش رو داره شش رکن برای توسعه انسانی یا به اصطلاح منابع انسانی کشور داریم که نخستینش اینه که برابری وجود داشته باشه یعنی شما باید برای رشد انسانها در یک جامعه برای توسعه منابع انسانی برابری در جامعه داشته باشید نباید فقط شهرها یا شهرهای بزرگ همه نوع امکانات داشته باشند و شهرستانهای کوچکتر و روستاها و مناطق دورافتاده تر و مناطق مرزی از اون امکانات بی بهره باشن دوم این که بایستی کشور در وضعیت پایداری باشه یعنی یک کشور باید پایداری اجتماعی اقتصادی و سیاسی داشته باشه تا بتونه منابع انسانیش هم رشد پایدار داشته باشه بعد اینکه بهرهوری در یک کشور باید بالا باشه بهرهوری یعنی اینکه بتونن از اون میزان بودجه ای که میذارن برای توسعه مثلا زیر ساخت ها مثلا اقتصاد مثلا کشاورزی نمیدونم صنایع و غیره بتونن بهترین بهره برداری رو بکنن یعنی باید شیوه های نوین نو... آموزش پرورش کشاورزی صنایع تکنولوژی همه اینها در کنار هم قرار بگیره که بتونه بهرهوری یک کشور رو ببره بالا و بتونه بح... این بهرهوری موجب توسعه و به اصطلاح بهتر شدن منابع انسانی اون جامعه هم بشه نکته دیگه برای توسعه انسانی توانمند است شما باید این مثل این میمونه که شما فقط مثلا فکر کنید در یک جامعه ای که مثل ما اقتصادش به طور عمده وابسته به نفته شما فقط این نفت رو بفروشید و بکنید غذا به شکم مردم بفرستید خب این هیچ نوع در واقع میتونیم بگیم که توانمندسازی برای مردم شما انجام ندادید شما باید در روند رشد و توسعه انسانی در یک جامعه مردم رو توانمند کنید مردم باید آموزش های درست بگیرن آموزش های مدرسه ها آموزش کودکستان ها آموزش دانشگاه ها از هر مقطعی که شما در نظر بگیرید فقط نباید به رشد دانش افراد بسنده بکنه در این صورت شما فقط ممکنه یک متخصص یا یک محقق یک پژوهشگر یک دانشمند خوب داشته باشین ولی آیا شما انسانسازی درستی کردید ارزش های اجتماعی اخلاقی انسانی فرهنگی رو تونستید به اون جامعه آموزش بدید آیا این انسان ها به اون اندازه توانمند هستند که از حقوق خودشون وظایفشون در قبال دیگران وظایف جامعه در قبال اونها وظایف اونها در برابره جامعه قانونمندی و قانونمداری جامعه وجدانن و انصافی کار کردن یعنی اینکه نیایم همه ای کارامون رو سنبل بکنیم فقط برای که حقوقمون آخر ماه بگیریم آیا چند اندازه داریم با وجدان و دقیق و منظم کار میکنیم و همه اینها اگر آموزش داده بشه به یک جامعه به از کودکستان تا پایان دانشگاه و بعد هم مادام العمر آموزش های دائمی از طریق رسانه ها و آموزش های کار و محیط های اجتماعی داشته باشیم موجب میشه که یک جامعه توانمند داشته باشیم جامعه که خودشون مردم میدونن باید چه جوری زندگی کنن چجوری جوری گلیمشون عذاب بکشن چه جوری بهتر زندگی کنن و چگونه جامعه و کشور بهتری رو داشته باشن از سوی دیگه همکاری در یک جامعه باید وجود داشته باشه یعنی اینکه شما نباید بین بخش های گوناگون جامعه گسست وجود داشته باشه مثلا اداره آب و برق کار خودشو بکنه آموزش پرورش کار خودشو بکنه هیچ کس در ارتباط با اون یکی چیزی ندونه و فقط در حوزه خودشون بتونن کار کنن بایستی همکاری بین بخش های گوناگون جامعه بین بخش های گوناگون دولت بین بخش های گوناگون گونه خدمات بین بخش های گوناگون آموزش در یک جامعه وجود داشته باشه و این گونه همکاری هست که موجب میشه یک جامعه بهتر منابع انسانیش رشد بکنه به عنوان مثال در جوامع توسعه یافته شما میبینید که بچه ها رو به مراکز گوناگون میبرن برای اینکه آموزش ببینن مثلا بچه ها رو میبرن به مثلا تصفیه خانه های آب که بچه ها یاد بگیرن و یک همکاری وجود داشته باشه بین مثلا اداره های آب و فازل آب با آموزش آموزش و پرورش فرزندان ما برای اینکه بتونن به بچه ها نشون بدن آب چگونه فرایند فراوریش هست چگونه یک آب رو ما میاریم به تصویه میرسونیم چه عملیاتی انجام میشه چقدر براش خرج میشه چگونه ما باید مصرف آب داشته باشیم چگونه باید دفع فاضل آب داشته باشیم چگونه باید آبهای سطحی رو جمع بکنیم که در کشور مثلا سیل را نیفته با اولین بارندگی مردم میتونن چه کارهایی بکنن که کمک بکنن به حفظ منابع آب و هدر ندادن آبهای شرب و آبهای دیگر اجتماع آلوده نکردن آبها و غیره و غیره بنابراین این همکاری بایستی در بخش های گوناگون یک اجتماع وجود داشته باشه برای اینکه منابع انسانی بتونن یک نواخت گسترش پیدا کنند و این رابطه همکاری با بخش گوناگون جامعه رو بیاموزن از سوی دیگه برای رشد رشد و توسعه منابع انسانی در یک جامعه بایستی امنیت وجود داشته باشه شما باید یک کشور و یک جامعه امن داشته باشید برای اینکه بدونید چه کارهایی رو دارید میکنید چه کارهایی رو باید بکنید چه کارهایی امنیتش کمتره چه بخشهایی از اجتماع امنیت بیشتری نیاز داره حالا این فقط شامل امنیت مرزی کشور نمیشه که ما در مرزهای کشورمون در درون یک کشور یک امنیتی داشته باشیم بلکه شما باید امنیتهای مستقل مستقلی هم داشته باشید مثلا امنیت اجتماعی امنیت فرهنگی امنیت اقتصادی در یک جامعه باید داشت باشید امنیت سیاسی شما باید در یک اجتماع داشت باشید شما باید بتونید بدونید که حقوق دیگران و زندگی دیگران رو مختل بکنید بتونید آزادی سیاسی در اندازه داشت که صحبتتون رو بکنید نوشتتون رو بنویسید و امثال هم و بعد از اون که شما ابراز عقیده میکنید فردا ایران شما رو به خاطر اینکه از سیاسی کاری کرد یه چیزی گفتین یک عکس عملی نشون دادید مثلا خودتون بیان کردید به بنابراین این امنیت در بخش های گوناگون جامعه باید وجود داشته باشه و یک کشور باید بتونه در بخش های گوناگون برای مردم این امنیت خاطر و امنیت فیزیکی و روانی رو فراهم بکنه که اون جامعه انسانی و اون منابع انسانی بتونن به بهترین ها و رشد و به اصطلاح بالندگی خودشون برسند خب از سوی دیگه درسته که ما همیشه در یک اجتماع هنگامی که از توسعه یک کشور صحبت میکنیم نهایت یا هدف نهایی ما در اون توسعه چیه توسعه انسانی است بنابراین روند توسعه برای اینکه به اون منتها علیه توسعه یافتگی خودش برسه که توسعه انسانی است بایستی از گام های گوناگونی عبور بکنه نخست اینکه باید در یک کشور یک حکومت ملی وجود داشته باشه تا حکومت خائن و حکومت ضد ملی در یک کشور باشه شما هرگز نه روی توسعه اون کشور رو میبینید نه توسعه انسانی اون کشور رو میبینید یعنی نظر فیزیکی یک کشور توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بازرگانی و غیره و غیره پیدا میکنه نه توسعه انسانی پیدا بنابراین بین توسعه انسانی و داشتن یک حکومت ملی و که اولویتش در واقع منافع ملی و اهمیتش مردم کشور خودش باشن یک رابطه کاملا مستقیم و پراهمیتی دارند و این حکومت ملی در کشور هنگامی که باشه قابلیت ها و آزادی رو فراهم میکنه برای بهبود عملکرد اقتصادی برای بهبود عملکرد اجتماعی برای بهبود عملکرد فرهنگی و سیاسی در یک جامعه برای اینکه توسعه انسانی به بهترین وجه و از ت... و با همه جنبه ها بتونه به منتهی خودش بهترین حالت خودش برسه و از طرفی باید یادمون باشه که رشد اقتصادی یا رشد درآمد عامل بسیار مهمی است در رشد توانایی های افراد یعنی شما بایستی یک درآمد معقولی داشته باشید تا بتونید یک خانواده معقول درست کنید و بتونید در اون خانواده فرزندان معقول رو تربیت بکنید که بتونید اونها رو به بهترین رشد و بالندگی برسونید بنابراین هنگامی که درآمدهای یک جامعه درآمد وجود نداری یا درآمدها بسیار پایینه شما نمیتونید سایر اهداف حیاتی توسعه انسانی رو تسهیل کنید یا آسون, آسون تر کنید این رشد و توسعه انسانی رو یکی از معلفه های مهم اینه که ما باید توزیع درآمد رو در دو بخش در نظر بگیریم در سطح خرد در حد خانواده ها و در سطح کلان در سطح اجتماعی و در واقع روابط انسان های درون اجتماع بنابراین هنگامی که درآمد در سطح خوردش یعنی در یک خانواده در واقع اونقدر قابل زندگی کردن برسه که اون درآمد یک خانواده رو حالا زن و شوهر کار میکنن یا شوهر کار میکنه یا هرچی بتونند یک خانواده رو بگردونن در این سطح دولت بایستی هدف گذاری هایی بکنه که درآمد یک مینیمومی در کشور داشته باشه و هیچ کسی پایین تر از یک اندازه مشخص نباید بتونه درآمد داشته باشه بنابراین این یک حالتی است که موجب میشه از سوء استفاده علیه افراد هم جلوگیری بشه هنگامی که شما یک مینیموم درآمد مینیموم ساعتی رو نگذارید برای یک خانواده با مینیموم به اصطلاح درآمد قابل زندگی دست کم رو به رو باشه اون وقت این موجب میشه که انسان ها به بردگی به نوعی بیفتن یعنی این وضعیتی است که متاسفانه شما در کشورهایی که افراد قاچاقی و غیرقانونی بسیاری در اونها زندگی میکنن دیده میشه به عنوان مثال در خود آمریکا شما میبینید که این مهاجران غیرقانونی که از مرزها میان به خاطر که غیرقانونی هستن حقوق و به اصطلاح اون چیزی که به شما پیشنهاد میدن برای سرویس خود سرویسی که میخوام بدن حالا چمن زنن من در خونه کار میکنن نظافتچین یا در زمین زراعی دارن کار میکنن یا در هر جا اینا میان حد مینیموم حقوق یک کشور رو میشکنن و چون که اینها می، اون میزانی که به شما برای درآمد پیشنهاد میدن پایین تر از میزان قانونی یک کشور افراد بیشتری تشویق میشن از افراد غیرقانونی که میزان کمتری درخواست دستمزد دارن استفاده کنن و این موجب میشه که افراد یک جامعه به مرور افرادی که روی مینیموم حقوق بودن نیاز به کارشون وجود نداشته باشه و بیکار بشن و جامعه دچار تزلزل رشد اقتصادی و رشد تو، رشد توسعه انسانی بشه بنابراین یک کشور بایستی یک مینیموم درآمدی رو در نظر بگیره برای استخدام در هر جایی و این رو باید بذاره بر مبنای یک ساعت خاصی کار کردن در اجتماع که کمتر از اون افراد کار نکنن و که بتونن در واقع یک حداقل قابل زندگی درآمد رو به خونه هاشون ببرن بنابراین بایستی ج... یعنی این امر جلوی بسیاری از مواقعی که افراد رو به صورت پاره وقت استخدام میکنن میگیره برای اینکه یک عده از شرکت ها میان میبینن که اگر افراد و پاره وقت استخدام کنن ممکنه الزاما نیاز نباشه اونها رو بیمه کنن اگه پاره وقت استخدام کنن لازم نباشه یک سطح خاصه در آمد و پوشش بدن اگر مثلا نمیدونم پاره وقت استخدام کنن لازم نیستش که قرار داده درست و حسابی مثلا طولانی مدت با افراد ببندن بنابراین باید دولت برای توسعه منابع انسانی این برنامه ریزی ها رو بکنه که همه چیز بتونه روی یک چرخ قانونمندی جوری بگذار که مردم با کاهش یعنی با نداشتن درآمد یک خانواده مواجه نباشه و ناچار نباشه که چهار تا پنج تا کار زن و شوهر انجام بدن برای که فقط بتونن سر ما به سر ما اجاره خونه بدن یا بتونن فقط بچه ها رو غذا بدن بنابراین هم درصد در... در... درآمد یک کشور هم باید در سطح خورد که در سطح خانواده هست. از طریق درآمدهای های خانواده ها و فرد افراد نظارتی داشته باشن هم در حد کلان شما باید توضیع درآمدی یک کشور رو به صورت عادلانه توضیح کنید شهرها و روستاها نبایستی به یک اندازه درآمد داشته باشم. بایستی بخش هایی که در واقع نیازمند اونها هست یا عقبتر مانده یا توسعه نیافته تر هست دولت برای اونجاها بودجه و هزینه های بیشتری اختصاص بده مدرسه سازی راهسازی آموزش و پرورش بهداشت و ایجاد اشتغال برای روستاهای دور افتاده ممکنه در ایران در فردای ایران ما نتونیم در همه جای ایران کشاورزی داشته باشیم الزاما اگر افراد دارند در روستاها زندگی میکنن صرفا نباید زندگی دامپروری و روستایی داشته باشن که بتونن درآمد داشته باشن ممکنه در آینده ایران بسیاری از بخش هایی که کشاورزی میکنن رو ناچار بشه به خاطر کمبود منابع آبی از بیرون از از کشور وارد بکنه بسیاری از مواد غذایی که مانند سیفیجاد یا هندوانه و خروازه و امثال اون آب بسیار زیادی مصرف میکنن نباید در کشور ما با این همه محدودیت منابع آبی تولید بشه <تصفح> به جای اونها بایستی ببخشیم منابع آب رو بتونن برای مواردی استفاده بکنن که درآمد بیشتری ممکنه داشته باشه کارخانه ها تولیدات صنعتی بیشتر و مصارف خانگی رو بتونن آب شور و مصارف زندگی مردم معمولی رو بتونن تعمین بکنن بنابراین همه اینها به نوعی یک چرخه های به هم پیوسته است که روی همدیگه اثر میذاره اطلاعات زیادی ببخشید <تصفح> در تحقیقات گوناگون به دست آمده که ما متوجه میشیم که هنگامی که تغذیه یک ملت بهتره در واقع توانمندترن اون ملت خب رشد اونها و رشد بدنی مغزی افراد بهتر میشه بسیار از تحقیقات نشون دادن بین قد افراد رشد قدی افراد و میزان درآمدشون حتی در آینده یک رابطه ای هست خب این نشون دهنده ای چیه هنگامی که افراد یک جامعه رشد قدی بهتری رو دارن و به بالاترین رشد ژنتیکی خودشون میتونن برسن خب این نشون داده که تغذیه بهتری داشتن سیناپس سازی های بهتر در مغز اونها انجام گرفته هوش و وضعیت ذهنی و بدنی بهتری دارن و بهتر میتونن کار کنن چه کارهای مغزی چه کارهای بدنی بنابراین درآمد بهتری دارن یعنی میخوام بهتون بگم که برای توسعه انسانی که گفتیم باید از درآمد یک کشور آغاز بشه همین درآمد مکفی که بتونن خانواده ها داشته باشن موجب تغذیه بهتر آموزش و پرورش بهتر بهداشت و درمان بهتر میشه و در نتیجه انسان تندرست و روان درست تری رو یک جامعه خواهد داشت که این انسان های و روان درست میتونن در آینده در رشد اقتصادی و اجتماعی و صنعتی و سیاسی یک کشور بهتر ایفای نقش بکنن همچنین دیده شده در جوامعی که زنان میتونن درآمد داشته باشند توسعه انسانی بهتره دا در کشورهایی که زنان نمیتونن کار کار پیدا کنن یا مثل کشورهای اسلامی خیلی از کشورهای اسلامی همسران به زنانشون اجازه کار کردن نمیدن بنابراین در برای توسعه انسانی یک کشور این مهم هست که به برابری فرصت شغلی برابری درآمد بین زنان و مردان توزیع عادلانه کار بین زنان و مردان توجه بشه باید زنان در ایران فردا بتونن در هر بخشی که تواناییش رو دارن شایستگیش رو دارن و میتونن در امتحاناتش قبول بشن و استخدام بشن در کارهای نظامی در کارهای در شهرداری در کارهای باغبانی در کارهای صنایع در کارهای ساختمانسازی در هر جایی که زنان میتونن و قابلیتش رو دارن و توانایی و تخصصش رو میتونن داشته باشن که کار بکنن باید هیچ گونه تبعیضی مثل امروز که در ایران هست که اولویت با استخدام مردان متحل و بعد مردان مجرد و بعد از اون میرسه به زنان متحل و در, در رده آخر اجتماع زنان مجرد هستن که معمولا فرصت های استخدامی و شغلی از اون بالا که میاد پر میشه به ویژه در پست ها و شغل های دولتی امروزه میبینیم که تقریبا تمام مرد محور و زنان رو یک جوری از چرخه اجتماع میذارن کنار زنان فقط میتونن در مراکز خصوصی یا شغل اونایی که خودشون خودشون شغلی دارن مثلا آرایشگرن نمیدونم نظافت چی یا ب... مثلا در مهد کودک بچه ها رو نگه میدارن یا این گونه کارها رو به صورت خصوصی ممکنه زنان بیشتر دارن پیدا میکنن بنابراین یادمون باشه برای توسعه انسانی نه تنها شیوه درآمد توزیع عادلانه درآمد های یک جامعه بین حالت خرد در بین افراد و خانواده ها هست بلکه بایستی فرصت های شغلی مساوی برای زنان و مردان در همه رده های اجتماعی از پایین ترین تا بالاترین رده در مشاقل گوناگون گذاشته بشه و تفاوت بین استخدام برای فرصت های شغلی زنان و مردان نگذارن مگر در جایی که خب خود زنان ممکنه تمایل کمتری داشته باشن برای استخدام یا توانه جسمی کمتری داشته باشن و خودشون نرن و نتونن در به اصطلاح ویژگی هایی که برای استخدام یک شغل هست توی امتحان و به اصطلاح مراحل استخدامیش نتونن خودشون استخدام بشن وگرنه نبایستی که جامعه تعیین بکنه که زنان در این مشاغل میتونن کار کنن در اون مشاغل نمیتونن از سوی دیگه فرصت های تحصیلی در همه بخش های کشور بایستی یکسان باشه شما نباید بچه ها در روستاها مدرسه کافی نداشته باشن بعضی از روستاها اصلا دبیرستان ندارن بعضی از روستاها دور افتادن راه رفت آمد ندارن دانشگاه در دسترسشون یا نزدیکیشون و بایست اینها به صورت دولتی همان گونه که در پیش از انقلاب ایران در دوران محمد رضا شاه یا می دیدیم در تمام کشور این حالت در حال اجرا بود و مدارس ساخته شده بود راهنمایی دبیرستان و دانشگاه ها حتی داشت میرفت در شهرستان های کوچک دانشگاه های دولتی شعبشون زده میشد بنابراین همه اینها به رشد توسعه اجتماعی کمک میکنه ما در ایران فردا بایستی یادمون باشه که کشور ما بایست از هر گونه به اصطلاح دین دولتی دولت دینی آزاد باشه از هر گونه قوانین اجتماعی و قوانین به اصطلاح دست و پاگیر مدنی که گذاشته شده برای افتراق ایجاد کردن برای تقسیم کردن جامعه به بخش گوناگون باید جلوگیری بشه مهم نیست شما از چه پیشینه از چه شهری از چه گویشی از چه زبانی از چه نمیدونم بخش تحصیلی میاد باید همه بتونن در اجتماع فرصت های مناسب خودشون رو پیدا کنن فرصت های شغلی خودشون رو پیدا کنن فرصت های در واقع درآمدی خودشون رو پیدا کنن فرصت های تحصیلی و بهداشتی و بقیه بخش ها رو بتونن پوشش بدن و این بسیار مهم هست که ما برای ایرانی که انقدر خودش چهل و پنج سال در واقع همه امکاناتش به یغما و چپاول رفته و صرف تروریسم و صرف کشورهای دیگه شده بسیار مهم هست که برای فردا ایران ما کشوری داشته باشیم که اولویت اول دوم سومش ایران باشه و ما بایستی نخست برای ایرانی ها برنامه ریزی بکنیم ما توانایی ممکنه نداشته باشیم که برای غیر ایرانی ها برای کسانی که زاده و بالیده کشور ایران نیستن امکانات فراهم بکنیم و شغل فراهم بکنیم و آموزش پرورش فراهم بکنیم در حالی که بچه های سیستان و بلوچستان بچه های خوزستان بچه های هرمزگان و بسیاری از روستاهای نزدیک و دور در کشور هنوز ممکنه پا باشن هنوز مدرسه درست ندارن هنوز زمین های ورزش و امکانات تفریحی مناسب ندارن امکانات آموزش و پرورشی مناسب ندارن بهداشت و درمان مناسب ندارن بنابراین برای یک دولت ملی بایستی اولویت نخست در توسعه دادن یک کشور این باشه که به طور هماهنگ و برابر و با همکاری کامل و به صورت مثلا یک پارچه کشور رو آغاز بکنه به توسعه دادن و زیر ساخت ساختن و مهمترین هدف از همه توسعه هایی که در یک کشور انجام میشه توسعه انسانی اون جامعه است که بایستی مد نظر قرار بگیره از نکات بسیار مهمی است که در ایران فردا بایستی همه بهش توجه بکنن و این مردم این مردم این کهندیار اهورایی شایسته بهترین زندگی ها بهترین رفاه بهترین آموزش و پرورش و بهترین سربلندی در سطح ایران و جهان هستند سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه اگر از این برنامه ها استفاده میکنید این برنامه رو با دیگر دوستانتون در میون بگذارید و برنامه های بسیاری هم ما در کانال یوتیوب جنبش رونسانس ایرانی یا نوزایی ایرانی داریم که سپاسگزار میشم اونها رو ببینید با هم بیاموزیم و با هم به این توسعه انسانی در کشورمون کمک کنیم آینده ایران جاویچا تا برنامه آید بدرون